اگر اغراق نکرده باشیم، اولین چالشی که یه نفر در سن مثلا 17-18 سالگی باش روبرو میشه، چالش انتخاب رشته کردن و چالش کنکور بعد از کنکور دادنه، یا حتی قبل از کنکور دادن، چون انتخاب رشته کردن بحث خیلی مهم و خیلی گسترده است که حتی قبل از اینکه شما برای کنکور بخواید درس بخونید باید به فکرش بیفتید. انتخاب رشته کردن خیلی مهمه به خاطر اینکه آینده فرد رو حداقل 4 سال تا 7 سال و حداکثر تا 30 سال آینده رو به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین این سیستمی که ما عموما فکر میکنیم که خود انتخاب رشته است دیگه، یه سری کد رشته است در میاریم میذاریم توی سایت، هر چه شد شد، بادا هر چه بادا باد. این عملا مثل اینه که شما زامن یه نارنجک رو بکشید و بکنیدش توی دامن خودتون، تو دامن خودتون منفجر میشه. و اون افرادی هم که اینطوری انتخاب رشته کردن و آخرش مثلا یه رشته ای در اومده که ازش خوششون اومده، واقعا خدایی بوده و شانس آوردن. اگر دوست دارید که بدونید چطوری باید درست و اصولی انتخاب رشته بکنید، ادامه ویدیو رو حتما ببینید. سلام، خیلی خوش اومدید. چطوری؟ سلام رفقا، به پیج خودتون و به اولین ویدیو در سال 1400 خیلی خوش اومدید. سال نوتون مبارک باشه، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. میخوام تو این ویدیو 6 تا مرحله بهتون بگم و باهاتون به اشتراک بذارم که الان که دارم برای ارشد تحقیق میکنم بهشون رسیدم و بعد انجامشون بدم. دوست دارم شما هم بدونید و اون 6 تا مرحله رو اگر انجام بدیم، یه انتخاب رشته خیلی دقیق و خیلی واضح میتونیم داشته باشیم. مرحله شماره 1 اینه که تمام رشته هایی که میتونید انتخاب بکنید و فکر میکنید که به درد تحقیق کردن میخورن رو روی برگه بنویسید و وارد اینترنت بشید، در موردشون یه سری اطلاعات سطحی پیدا بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اینترنت درسته که منبع عظیمی از اطلاعاته، اما درباره رشته های دانشگاهی، مخصوصا دانشگاه های خودمون، خیلی اطلاعات واضح و دقیقی نمیتونه بهتون بده. بهترین روش برای اینکه شما بتونید درباره این رشته ها تحقیق بکنی، تحقیق در عرصه است عملا، که حالا بهتون کامل توضیح میدم که چه شکلی باید انجامش بدید. کاری که شما توی اینترنت باید انجام بدید اینه که در بیارید که این رشته چیه، که یه پرسپکتیو کلی درباره این رشته دانش داشته باشید، محل کارش مثلا کجاست و حدود درآمدیش چیه. تا همینجا کفایت میکنه تو اینترنت، بیشتر از این نمیخوام وارد بحثش بشیم. کار دومی که باید انجام بدید اینه که یه ایده درباره محل کار اون رشته داشته باشید. فرضاً یه نفر هست رشته پزشکی خیلی دوست داره، اما اصلا آبش با بیمارستان و فضای بیمارستان تو یه جوب نمیره. این که شما یه رشته رو صرفاً دوست داشته باشی ولی اصلا هیچ ایده‌ای نداشته باشی که اون رشته در نهایت سرش به کجا ختم میشه و کجا داره کار میکنه، احتمالش هست که یه سری مشکلات رو براتون ایجاد بکنه. پس این که بدونید کجا طرف داره کار میکنه یه ایده کلی بهتون میده که بتونید باهاش اون حلقه تحقیقاتیتون رو کوچیک‌تر بکنید به یه سری رشته‌هایی که احتمالاً ازشون خوشتون نمیاد و به این نتیجه میرسید که آدم این رشته نیستید رو حذف میکنید. مرحله سوم اینه که باز تشریف برای داخل اینترنت و اون رشته هایی که باقی موندن رو درسنامه و برنامه درسیشون رو پیدا بکنید. عموم دانشگاه ها برای تمام رشته هاشون، مخصوصا دانشگاه های بزرگ مثل دانشگاه تهران و اصفهان و دانشگاه های ماردن مخصوصا، برای تمام رشته های تحصیلیشون اون کوریکولوم آموزشی و اون درسنامه آموزشیشون رو به صورت PDF در اختیارتون میذارن. این خیلی مهمه که شما بدونید که وقتی که وارد اون رشته میشید چه درسی رو قرار بخونید، چند تا واحد قرار پاس بکنید، این واحدها چیان، کارآموزیتون چه شکلیه، کارورزیتون چه شکلیه. اینا خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که یه انتخاب راحت‌تر و بهتر داشته باشید. خیلی هم راحت پیدا کردنش تو اینترنت. پس با یه سرچ ساده میتونید درسنامه و کوریکولوم آموزشی اون رشته مد نظرتون رو پیدا بکنید و از سر تا کفش رو بخونید. لطفا کار بعدی که باید بکنید بعد از اینکه تمام این کارا رو کردید، الان یه سری رشته تخصصی دارید و یه سری رشته خاص دارید که میدونید درباره اینها میخواید برید وارد جامعه بشید، وارد مکانش بشید و با افراد واقعی صحبت بکنید. فرضاً از اون 25 تا رشته‌ای که توی اون لیست اولی نوشتی 10 تاش مونده. درباره این 10 تا میرید بیشتر تحقیق می‌کنید. کار چهارمی که باید بکنید اینه که وارد دانشگاه محل تحصیلتون بشید. فرضاً اگر توی مشهد دارید زندگی می‌کنید باید برید وارد دانشگاه مشهد بشید. اگر توی اصفهان زندگی می‌کنید باید برید وارد دانشگاه اصفهان بشید.
وارد دانشکده مخصوص اون رشته بشید. فرضاً اگر میخواید درباره پرستاری مامایی تحقیق بکنید، باید برید وارد دانشکده پرستاری مامایی بشید. اگر میخواید درباره هوشبری و رادیولوژی و نمیدونم اون آزمایشگاهی و اینجور چیزها تحقیق بکنید، باید برید وارد دانشکده پیراپزشکی بشید و قصه‌ل هاذا. هر کدوم از این رشته‌ها یه دانشکده تخصصی خودشون رو دارن که میتونید با پرسوجو کردن پیداشون بکنید که کدوم دانشکده کدوم درس‌ها و کدوم رشته‌ها رو ارائه میده. وارد اون دانشکده هاش که شدید، از دو تا منبع میتونید اطلاعات خیلی خوبی کسب بکنید. منبع شماره یک، اساتید اون رشته و اون دانشکده هستن. چرا اساتید؟ به خاطر اینکه علم استادیشون و اون تجربه‌ای که با شاگرد و دانشجو سر و کله زدن، با چشمشون دیدن افرادی که فقط برای پول وارد این رشته شدن، افرادی که به زور پدر مادرشون وارد این رشته شدن، افرادی که اصلا دوست نداشتن وارد این رشته شدن و افرادی که عاشق این رشته بودن وارد این رشته شدن. هر کدوم از اینها، اول و آخر هر کدوم از اینها، اتفاقاتی که برای هر کدوم از اینها افتاده توی چشم اینها هست، توی ذهنشون هست. خیلی راحت میتونن براتون توضیح بدن که اگر اینطوری هستی نه، یا اگه اینطوری هستی مثلا بیا. قبل از اینکه وارد دانشکده باشید، شما باید یه سری سوال مطرح بکنید و یه سری سوال رو توی دفترچه چیز بنویسید و بعد اونجا ازشون بپرسید. دو تا راه حل وجود داره برای اینکه بتونید اینا رو به ذهنتون بسپارید. راه حل شماره یک اینه که دستخطتون مثلا تنده، بشینید بنویسید همون لحظه، که خیلی ایده جالبی نیست. احتمال اینکه یه سری از اطلاعات از دستتون در بره هست. ازشون اجازه بگیرید صداشون رو ضبط کنید. وقتی که میرید داخل، برمیگردید خونه، صداشون رو با آرامش بشنید، گوش بدید و طبقه بندی بکنید تمام این چیزایی که میگن. فرضاً میتونه فرمت این شکلی داشته باشه: استاد فلانی، استادیار نمیدونم کجا، مدرک تحصیلیش اینه، این کار رو کرده. اینا اول کاری یه بیوگرافی از اون استاد بگیرید و بعدش در مورد چی صحبت کردن؟ در مورد رشته پرستاری صحبت کردن، در مورد رشته هوشمندی صحبت کردن، در مورد رشته مثلا مهندسی برق مثلا صحبت کردن. بعد ایده هایی که اون طرف داشته و اطلاعاتی که اون طرف داده رو می نویسید اونجا. بعد از مدتی که مثلا این کارو کردید، یه دفترچه قطور 150 صفحه احتمالاً ایجاد میشه براتون که میتونید خیلی راحت، طبقه بندی شده هم چون هست، خیلی راحت میتونید تصمیم بگیرید که چیکار باید بکنید. پس این از اساتید. منبع دومی که میتونید ازش استفاده بکنید دانشجوها هستن، اما نه هر دانشجویی. دانشجوهای ترم بالا، اونایی که رشتهشون کارشناسی ترم 6 7 8 و اونایی که دارن پزشکی دارن دکترای تخصصی میگیرن ترم 10 11 12، از این افراد باید برید سوال بپرسید. چرا؟ به خاطر اینکه تجربهشون نسبت به اون دانشگاه بالاست، تجربهشون نسبت به اون رشته بالاست و اطلاعات خیلی خوبی درباره اون رشته و اون دانشگاه میتونن بهتون بدن. عملا یه تیر و دو نشون میشه. با سوال کردن از یه نفر، هم درباره اون دانشگاه و هم درباره اون رشته میتونید اطلاعات به دست بیارید. نکته کلیدی اینجا اینه که به یک نفر، دو نفر از هر کدوم از یا استاد یا دانشجو اکتفا نباید بکنید. چون یه نفر یه چیزی میگه، یه نفر 180 درجه اونوریشو میگه. تو از دو نفر کلا پرسیدی، حالا چیکار کنیم؟ حداقل بعد از 5 6 نفر بپرسید و اینم در نظر داشته باشید. یه سری دانشجو هستن از رشتهشون خوششون نمیاد. بنابراین اون سوالاتی که باید میپرسید، نباید یه دفعه ذهنیتتون رو در مورد اون رشته مکدر و مکدر بکنه. اون یکیش یادم رفت. بنابراین این رو هم در نظر داشته باشید. از افراد زیادی باید سوال بپرسید. مرحله پنجم، وقتی که از سیستم آکادمیک خارج شدید، بعد برید به محل کار اون رشتهتون که قراره وقتی که فارغ التحصیل شدید اونجا کار بکنید و با افرادی که در اونجا کار میکنن درباره اون رشته صحبت بکنید. سیستم آکادمیک در مورد رشته و سیستم مثلا یادگیری و اینا بهتون خیلی کمک میکنه، اما شما بطن اون کاری که قراره 30 سال باش سر و کله بزنید رو از اون محلی که دارن اون کار رو توش انجام میدن میتونید متوجه بشید. باز هم اینجا باید با افراد زیادی سر و کله بزنید و ازشون سوال بپرسید، چون یه سری از افراد اصلا اون شغل رو دوست ندارن، یه سری از افراد اصلا عاشق اون شغل نیست، یه سری از افراد اصلا 50-50 هم. بنابراین باید از افراد زیادی سوال بپرسید تا بتونید اطلاعات کامل و اطلاعات خوبی به دست بیارید. داستان اصلی اینه، وقتی که شما میرید وارد عرصه میشید و اون سوالات رو میپرسید درباره آینده شغلیشون، درباره استرس کاریشون، درباره حجم و ساعت کاریشون، درباره درآمدشون، اگر بلد باشید چطوری سوال بپرسید، میتونید اطلاعات خیلی خیلی خوبی در بیارید. توی دانشگاه بیشتر میتونید درباره خود رشته، درباره ارشد اون رشته ها، درباره
مثلا ادامه تحصیل مثلا خارج از کشور و اینا اطلاعات خوبی در بیارید. افرادی که عملا دارن کار میکنن خیلی توی فاز نمیدونم مهاجرت و اینجور چیزا نیستن، بیشتر دانشجوان که هنوز یه مقدار جوگیرن در مورد این چیزا خیلی تحقیق میکنن. اگر برای مهاجرت هم میخواید بپرسید توی دانشگاه باید بپرسید. نکته ششم و نکته آخر اینه که حتما وقتی که دارید پرسوجوهاتون رو میکنید درباره آینده شغلی اون رشته، درباره اینکه چه محدودیتایی توی این رشته وجود داره، چه کاری رو شما انجام میدید، شرح وظایفتون چیه. من شنیدم پرستار فقط یه آمپول میزنه یه سرم وضع میکنه، آیا این فکر من درسته یا نه؟ من شنیدم هوشبر همه کارها رو انجام میده و فقط یه هوشبر توی اتاق من، این درسته یا نه؟ تمام اینها رو، تمام ابهاماتی که براتون وجود داره رو باید ریز به ریز بپرسید و این مستلزم اینه که قبل از اینکه اصلا وارد اون مکان بشید تمام سوالاتتون رو در موردش فکر کنید و دربارش بنویسید، صورت مکتوب درش آورده باشید. این 6 تا کار رو که انجام بدید مطمئن باشید رشته‌ای که دوستش دارید آینده خوبی داره، از لحاظ مهاجرتی، تحصیلی، درآمدی، در باره هر موضوعی که بخواید فکر بکنید، چون تحقیق و اطلاعات جامع و کاملی در آوردید میتونید تصمیم خوبی بگیرید و این تصمیم باعث میشه که یک زندگی نسبتاً کم دغدغه تری داشته باشید، چون رشته‌ای که انتخاب کردید دوستش داشتید و متوجه شدید که این رشته‌ایه که میخواید 30 سال باش سر و کله بزنید، و اینکه وقتی که وارد اون رشته شدید ترم به ترم هیچ سورپرایز نمیشی و این اتفاقات جدید، هیچ کدوم از اتفاقاتی که میفته برای جدید نیست، چون دقیقا میدونی آقا این درس ها رو من قراره بخونم، برای این درس ها این کتاب ها وجود داره، این تعداد واحد رو باید بگذرونم، کارآموزی که باید برم اینجا باید برم کارآموزی، پس هیچ وقت سورپرایز نمیشه و بهترین انتخاب رشته سیستمش همین شکلیه. امیدوارم تونسته باشم بهتون کمک بکنم تا یه انتخاب رشته به درد بخور بکنید و مثل من شانس خیلی دخیل نباشه توی سیستم کارتون و اینکه موفقیت رو همیشه جلوی چشمتون ببینید. حالا کاری که من کردم چه شکلی بود؟ من توی اینترنت تحقیقم رو کردم، خیلی سطحی تر از اینی که گفتم، دانشگاه نرفتم، عرصه نرفتم، بیشتر توی اینترنت گشتم و از اقوام و اینجور چیزا که توی رشته مثلا کار میکردن سوال پرسیدم. خیلی 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 شانس آوردم که رشته‌ای دارم تحصیل میکنم که دوستش دارم و رشته‌ای دارم تحصیل میکنم که میدونم آینده خوبی داره، آینده تحصیلی خوبی داره، آینده مهاجرتی خوبی داره، آینده شغلی خوبی داره. خیلی شانس آوردم. پس مثل من لطفاً انتخاب رشته نکنید. مرسی که تا اینجا کار با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم که همین الان لایکش بکنید، سابسکرایب بکنید اگر هنوز سابسکرایب نکردید، زنگوله کنارشو بزنید تا از بقیه ویدیوهایی که میاد با خبر بشید و در کل دمتون گرم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. روزتون بخیر.